کارتر اشتون وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری روز پنجشنبه اعلام کرد که 90 فرد که پیشینه آنها تایید شده در یک مکان امنی در حال دریافت آموزش‌های رزمی هستند. به مکان آموزشی را فاش نکرد. آموزشی رزمی برای گروهانی از نیروهای جدید سوریه آغاز شده است. این برنامه بخشی حیاتی و پیچیده در تلاش ما برای مبارزه با گروه داعش است. گروهان بعدی طی چند هفته آینده آموزش خود را شروع خواهد کرد. خبر افزایش حمایت دولت پرزیدنت اوباما از نیروهای معتدل سوری یک روز پس از سخنرانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در میدان شهدای دمشق اعلام شد. آقای اسد در سخنرانیش قول داد که مناطق تحت تصرف گروه‌های شورشی را پس بگیرد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا جنرال مارتین دمسی میگوید که آقای اسد باید در استراتژی خود تجدید نظر کند. من گمان می‌کنم که حرکت و توان حکومت دمشق کاهش یافته باشد و اگر من به جای او بودم دنبال فرصتی جهت حضور در پای میز مذاکره می‌رفتم. طی ماه‌های گذشته نیروی هوایی ایالات متحده مواضع گروه دولت خودخوانده اسلامی را بمباران کرده، اما این حملات شامل نیروهای دولتی بشار اسد نبوده است.